ال کلاسیکو آن هم در یک فینال جذاب. جزئیات آخرین قرارداد میسی فاش شد. فشار بی سابقه مادریدی ها بر هازارد. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. هم زیدان و هم کومان انگیزه بالایی برای بردن تیمشان به فینال رقابت های سوپر جام اسپانیا را دارند. در شرایط اساسی که میسی تا کنون پای میز مذاکره برای ماندنش در بارسا نرفته، جزئیات قرارداد او با بارسا در سال 2017 رسانه‌ای شده است. 1.5 سال پس از ترک چلسی و پیوستن قرارداد با رئال مادرید، ایدن هازارد هنوز با گرت بیل توسط رسانه‌های اسپانیایی مقایسه می‌شود و فشار سنگینی بر روی این بازیکن وارد است. دیدارهای مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آغاز خواهد شد که تای آن تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید برای فینالیست شدن به مصاف حریفان خود خواهند رفت. بارسا روز چهارشنبه به مصاف ریال سوسیداد خواهد رفت و در دیگر دیدار نیز پنجشنبه شب ریال مادرید به مصاف بیلبائو خواهد رفت. ریال مادرید به دنبال تکرار قهرمانی است و بارسا هم تلاش میکند تا پس از نمایش ضعیف در فصل گذشته و نیم فصل امسال با بردن یک جام و قهرمانی روحیه و انگیزه را بر تیمش تصدیق کند. زیدان در این مدت از رقابت‌ها فقط به 14 یا 15 بازیکن اعتماد کرده و سعی کرده تا خیلی به سیستم بازیش تغییر وارد نکند. در مسابقه پنجشنبه زیدان به دلیل محرومیت نمیتواند از کارواخال استفاده کند و به احتمال زیاد از واسکز در دفاع راست استفاده کند. از طرف دیگر بارسا با یک فرم خوب به نیمه نهایی سوپر جام رسیده و پس از 3 پیروزی متوالی ارزشمند در لالیگا با درخشش میسی که این تیم را به طور رسمی وارد کورس قهرمانی بالای جدول کرد، حالا به دنبال فینالیست شدن است. به نظر میرسد سیستم 4-3-3 را به خوبی در تیمش پیاده کرده و این تغییر سرانجام جواب داده است. با این حال هم ریال و هم بارسا تلاش میکنند تا رقبای خود را شکست دهند تا یک ال کلاسیکوی جذاب در فینال سوپر جام اسپانیا را شاهد باشیم. بارسا پس از شروع پرفراز و نشیب در رقابت‌های فصل جاری لالیگا تای چند هفته اخیر با یک ثبات نسبی دست یافته و نتایج خوب کسب کرده است. تا جایی که حالا فاصله آنها با تیم دوم جدول رقیب سنتی یعنی رئال مادرید به 3 امتیاز کاهش یافته است. در حال حاضر اتلتیکو مادرید با وجود صدرنشینی و البته دو بازی کمتر نسبت به ریال و بارسا از شانس بیشتر برای قهرمانی برخوردار است، اما هنوز بازی‌های زیاد تا پایان فصل باقی مانده و امکان دارد که تغییرات زیاد در جدول حاصل شود. یکی از مسابقات مهمی که میتواند نقش مهم در ادامه فصل ایفا کند رقابت ال کلاسیکو 11 اپریل خواهد بود. مسابقه ای که به میزبانی رئال مادرید برگزار می شود و اکنون بارسلونا از پیراهن ویژه خود برای آن بازی رونمایی کرده است. پیراهنی که باز هم رگه های سیاسی در آن مشاهده می شود، چرا که پرچم کاتالونیا در آن به شکل واضح قابل رویت است. همچنین این پیراهن بعد از ماه جنوری در فروشگاه های رسمی بارسلونا به فروش خواهد رسید و نکته دیگر این که کارلوس پویول اسطوره بلوگرانا در انتخاب آن نقش اول را ایفا کرده است. آینده میسی هنوز روی میز است و تاکنون هیچ کس نمیداند در پایان فصل چه اتفاق رخ میدهد، آیا او بارسا را ترک میکند یا در این تیم میماند. هرچند خود میسی گفته در این خصوص نمیخواهد صحبت کند و تصمیمش را در پایان فصل خواهد گفت. به نظر میرسد در صورتی که بارسا در این فصل قهرمان اروپا نشود، جدایی میسی را باید از بارسا حتمی دانست. از سوی نیز باید دید که در انتخابات 24 جنوری چه کسی رئیس جدید بارسا خواهد شد. با این حال وبسایت لاوان گواردیا جزئیات آخرین قرارداد میسی با بارسا که در سال 2017 انجام شد را منتشر کرده که نشان دهنده پاداش های وی در کنار حقوق قابل توجهش دریافت کرده است. در این قرارداد آمده علاوه بر حقوق 100 میلیون یورویی او در سال و حتی افزایش آن برای او دو پاداش اضافی دیگر نیز در نظر گرفته شود. این پاداش مبلغ بالغ بر 78 میلیون یورو است که در دو قسمت 39 میلیون یورویی باید به میسی پرداخت شود. با این حال قرارداد کاپیتان محبوب بارسا که این روزها نمایش خوب در ترکیب تیمش دارد و دوباره با گلزنیش با بارسا کمک کرده تا به جمع تیم‌های بالای جدول اضافه شود و برای قهرمانی امید داشته باشد، در پایان فصل جاری به پایان می‌رسد و او می‌تواند در پایان فصل با انتقال آزاد از نیوکمپ جدا شود. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال نام بهترین بازیسازهای یک دهه اخیر را اعلام کرد. این سازمان هر سال بهترین پلی‌میکر را معرفی می‌کند و برنده 2020 کوین دی بروین بود. با این حال فدراسیون بین‌المللی به بهترین بازیساز از سال 2011 تا 2020 اشاره کرد که او کسی نیست جز میسی. مهاجم بارسلونا در سالهای 2015، 2016، 2017 و 2019 برنده این عنوان شد. همچنین در سالهای 2011، 2014، 2018 و 2020 جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. در مجموع ستاره آرژانتینی 174 امتیاز در این مدت به دست آورد. آندرس اینستا او را تعقیب می‌کند و 127 امتیاز کسب کرد. لوکا مودریچ با 113 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و دیبراین با 103 امتیاز در جایگاه چهارم دیده می شود. تونی کروس با 90 امتیاز لیست 5 نفر اول را تکمیل می کند. میسی یکی از حکمرانان یک دهه گذشته در تمام بخش ها بود. او از سال 2011 تا 2020 توانست برنده 4 توپ طلا شود. 6 لالیگا، 5 کوپا دل ری، 4 سوپر جام اسپانیا، 2 لیگ قهرمانان اروپا، 2 سوپر جام اروپا و 2 جام جهانی باشگاه ها را با بارسلونا فتح کرد. کریستیانو رونالدو یکی از ستاره‌های یک دهه اخیر در فهرست بهترین بازیسازها جایگاه 12 را به خود اختصاص داده و 54 امتیاز به دست آورده است. فاصله ستاره پرتغالی با میسی در این بخش خیلی زیاد است. ایدن هازارد روزهای درخشان در چلسی داشت و در هر بازی نقش خود را به بهترین شکل ممکن بازی می‌کرد و تحسین همه فوتبال دوستان را برمی‌انگیخت.
یک و نیم سال قبل این بازیکن بلژیمی ذوق زده شد و تصمیم گرفت تا به ریال مادرید برای کسب جام معتبر و جوایز فردی بپیوندد. هازارد در سال 2019 با قرارداد معادل 110 میلیون یورو از چلسی به ریال مادرید پیوست تا هواداران ریال رونالدو را فراموش کند. هازارد اما ناکام مطلق بود و مصدومیت‌ها این بازیکن را از آسمان به زمین زد تا مادریدی‌ها او را با رونالدو نه بلکه با روزهای تاریک گرت بیل مقایسه کنند. هازارد تا کنون از 75 بازی ممکن فقط 31 بازی انجام داده است. از نظر دقایق فقط 28% از تمام دقایق را به میدان رفته است. این آمار حتی بهتر از گرت بیل است و ستاره ویلزی فصل گذشته بیشتر از ایدن هازارد بازی انجام داد و بازی‌هایش قابل قبول بود. عدم درخشش این بازیکن سبب شد تا رسانه‌های مادرید از پایان صبر کهکشانی‌ها خبر دهند و بیشتر از هر زمان دیگر به این بازیکن بلژیمی انتقاد کنند. کادناسر این بازیکن را ترسو بی اثر و شکننده عنوان کرده و مدعی است ادامه اعتماد به این بازیکن ظلم بزرگ در حق فینیسیوس و اسنسیو است. اسوی هم در نظر سنجی چندین رسانه مادریدی 81% از هواداران ریال مادرید مخالف ادامه کار با این بازیکنند و نمیخواهند هازارد در این تیم بماند. این بی‌باوری قطعا کار را برای هازارد دشوار خواهد کرد و اگر این بازیکن در رقابت‌های سوپرکاپ اسپانیا خودش را ثابت نسازد، جایی در دل هواداران و برنامه زیدان نخواهد داشت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.